کیا این سریال و یادشونه؟ اسیر احساسات امیال مادی یا تکامل عقل هستیم همه انسانیم ایمانم داریم ولی به یقین کامل نمیرسیم وقتی ده یازده سالم بود کلید اصرار را شبکه سه نشون میداد و من خیلی خوشم میومد از این سریال اما یه سوال برام پیش اومد که خواستم برای شما هم در موردش ویدیو بسازم سرنوشت این برنامه و مجری خوشتیپش چی شد یادتون میاد یه مجری خوشتیپ داشت که همیشه اتفاقات داستان و روایت میکرد آقای زوهدی رهای پرم میدونستید یه زندگی نامه خیلی عجیبی داشته این شخص واسه اونایی که نمیدونن این سریال موضوعش چی بوده باید بگم داستان این سریال تماما بر اساس کلمه است که تو نسل جدید خیلی ازش استفاده میشه کارما تو این سریال سعی میشد به آدما یاد بده که با اخلاق زندگی کنن و به کسی ظلم نکنن چون اگه به کسی ظلم کنن دنیا یک روزی اون ظلم رو بهشون برمیگردونه و چقدر هم تأثیر گذار بود و معتقدم جای اینجور سریال ها تو این روزا خیلی خالیه چون نسبت به ظلمی که آدما به هم میکردن چیزی به نام عذاب وجدان رو توی وجودمون تقویت میکرد بعدها یه نسخه ای ایرانی از این سریال ساخته میشه به نام شاید برای شما هم اتفاق بیفتد خیلی خوب بریم سراغ اصل مطلب اول سرنوشت این سریال رو بهتون میگم و بعد به طور مفصل میرم سراغ سرگذشت و البته سرنوشت عجیب و غریب راوی سریال آقای دیره های یپرم اولین فصل کلید اسرار با چل قسمت از سال 2003 ساخته و پخش میشه این سریال از شبکه سامانیولا ترکیه به تهیه کنندگی مصطفا کارتال منتشر میشه توی ترکیه استقبال از این سریال خیلی خوب بوده واسه همین ادامه اون هم تو سال سالهای بعدی ساخته میشه. فصل دوم سریال با 42 قسمت تو سال 2004 منتشر میشه سالهای بعد فصل سوم چهارم و در نهایت پنجم اینطور بهتون بگم مجموعا طی این پنج فصل 408 تا قسمت از کلید اسرار پخش میشه و در نهایت تو سال 2008 دیگه کلید اسرار به پایان خودش میرسه و برای همیشه پروندش بسته میشه نکته عجیب و غریب اینجاست که تازه از سال 2008 که این سریال تموم میشه ایران شروع میکنه به پخش کردن فصلهای اول سریال تو حوالی سال 1386 و 87 پس اینو بدونید که شما هرگز کل قسمت های کلید اسرار رو تماشا نکردید و ما توی ایران فقط بخشای از این سریال رو تماشا کردیم و این سریال در از 408 قسمت بوده اما بیایید بریم سراغ سرگذشت مجری سریال آقای زوهدی رها یپرم جالب تو میگم که هدفی که باعث شد رها یپرم به سمت هنر بیاد اون اوایل اصلا حضور تو سریال های اخلاقی یا مذهبی این کلید اسرار نبوده رها یپرم تو سال 1968 تو شهر استانبول به دنیا میاد رها تو سن 17 سالگی زندگی هنری خودش رو با رقص شروع میکنه و در کنارش سمت تئاتر هم میره اون تو سن 18 سالگی تو سال 1986 به خاطر جذابیت چهره‌ای که داشته از دو شرکت ترکیه و آلمانی بهش پیشنهاد مدلینگ میشه و اونم پیشنهاد رو قبول میکنه تا اون زمان اونو به عنوان یک مدل جذاب و رقاص میشناختن و سر همینم خیلی زود به شهرت میرسه و از سال 1987 رسما وارد دنیای بازیگری میشه جایی که اون فقط 19 سال سن داشته اولین فیلم هایی که بازی میکرده نسبت به تصوراتی که مردم ایران ازش دارن خیلی جنجالی و پرهاشیه بوده خیلی از مردم فکر میکنن که اون یه جورایی تو مایه های مجری برنامه سمت خداست ولی حداقل اولاش اینطور نبوده به عنوان مثال تو سال 1987 تو فیلمی به نام برگرد بازی می‌کنه که نقش پسری رو داشته که نامادریش عاشقش میشه که این فیلم یک مقدار صحنه های پرهاشیش زیاد بودن یا تو سال 1988 تو فیلمی به نام نازلی و امیر بازی میکنه که بازم یه فیلم عاشقانه با سکانس جنجالی بوده روند فیلم و سریال های رها ره همینجوری ادامه داشته و سالانه حداقل یه فیلم و سریال بازی میکرده ولی در کنار اینها از سال 1990 اون به سمت مجریگری هم میره اون چندین سال مجری برنامه های تلویزیونی مذهبی میشه که توی ماهرمزون برگزار میشده یه جورایی عین ماه خودمون و کم کم هرچی سنش بیشتر میشه جنس فیلمایی که بازی میکردم تغییر میکنه و فیلماش به سمت نقشهای مذهبی یا اخلاقی میره همه اینا به این منتهی میشه که توی سال 2003 ما رهای 35 ساله رو به عنوان مجری سریال کلید اسرار میبینیم. پس این شایعه که میگفتن اون بازیگر های پر بوده و یهو سر از کلید اسرار درآورده دروغه. اون عمیقا به مسیری که رفته اعتقاد داشته و یه روزه به وجود نیامده بوده. آخرین فیلمی که توش حضور داشته مربوط به سال 2012 بوده، فیلمی به نام شمشیرهای پیامبر که در مورد پیامبر اسلام و یارانش هستش. از بعد سال 2012 اون دیگه رسما از دنیای بازیگری کنار میکشه اون که ازدواج کرده بوده صاحب دو تا بچه میشه یه چنل یوتیوب میزنه و سعی میکنه که اونجا در مورد مسائل اخلاقی و مذهبی فعالیت کنه در حال حاضر رها 55 سالشه چیزی که واضحه اینه اون یک فرد مسلمونه رها حتی یه مجموعه شعر تحت عنوان او پیامبر همه است برای پیامبر اسلام سروده فارغ از اینکه ماهیت اسلام چقدرش درست یا غلطه از امثال رهای پرم یا سامی یوسف تو یک زمینه همیشه خیلی خوشم میاد و اونم اینه که سعی دارن عقیده و دینی که در موردش به باور رسیدن و از طریق هنر و تاکید روی اخلاقیات انسانی تبلیغ کنن نه اجبار و تحمیل و دعوت به خشونت و ترس از آتش جهنم یادم همیشه سامی یوسف موزیک ویدیوهاش در مورد کمک کردن به بقیه و پیدا کردن خدا اونجا شیزا بود یا حتی یکی از زیباترین موزیک ویدیوهاش در مورد مادر بود که فکر کنم خیلیاتون شنیده باشیدش که توش در مورد این صحبت میکرد که یه مادر چقدر فرزندشو دوست داره و با سختی اونو بزرگ میکنه اما وقتی اون بچه بزرگ میشه همه چی فراموش میکنه و قدردان مادرش نیست میدونی دارم در مورد مدل عقیده ای که امثال رهای پرم یا سامی یوسف دارن حرف میزنم هیچ کسی با این مدل عقیده دشمن نمیشه عقیده ای که نمیخواد منو به زور تغییر بده مهمترین انگیزه ای امثال رهای پرم اینه که به ما آدم ها اخلاقیات و کمک کردن و بیشتر یاد بدن به مظلوم ظلم نکردن و یاد بدن این عقیده خیلی قابل احترامه اما متاسفانه اکثر آدمای مذهبی توی ایران دوست دارن همه رو از عقیدهشون فراری بدن هیچ قدرت جذبی که ندارن هیچ حتی به اینم راضی نیستن که با صلح و آرامش کنار کسی که مدل پوشش یا تفکرش فرق میکنه زندگی کنن برای همینه که بین مردم مذهبی و غیر مذهبی توی ایران در قیاس با ترکیه داره روز به روز فاصله بیشتر میشن و چون این افراد مذهبی هیچ قدرت جذبی ندارن عملا رسانه هاشون هم توی ایران هیچ جذابیتی برای قشر جوان نداره بزرگترین مشکلی هم که دارن اینه که میخوان آدمای اطرافشون رو صد درصد تغییر بدن به این حد که طرف حداقل حس کمک کردن به بقیه یا احترام سرش بشه یا به کسی ظلم نکنه در همین حد قانه نیستن همون اول میرن سراغ هجاب و ترس از جهنم و آویزون کردن از موی سر یه چیز خیلی جالب دیگه هم در مورد اکثرشون اینه که حالا دقت کنید روشون به شدت آدمایی هستند که از ورزش کردن دورن توی بانوان و آقایونشون یه الگوی ورزشی یا هنری مناسب تو جامعه ندارن که یه دختر بچه یا پسر بچه مسیر اونو بره اونو الگو کنه و اگه این روند همینطوری بخواد پیش بره انتهاش میشه اقلیت اون عقیده چه خوب شد این ویدیو بهونه ای شد برای زدن این حرفا در قسمت پایانیش همراهان دوست داشتنی من میکنم که یه مدتیه که دیر به دیر ویدیو میسازم همه درخواستاتون توی کامنت ها رو دیدم و مطمئن باشید دیر یا زود در موردشون ویدیو میسازم لایک این ویدیو و سابسکرایب طرفا یادتون نره تا ویدیو بعدی خدا نگهدارتون